سر خط خبرها. پیشتازی در کشت خشخاش در جهان. برای 30 سال افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان معرفی شد. تاکید امریکا بر آغاز دوباره گفتگوهای صلح افغانستان. جان کمبل و راحل شریف در این مورد روز گذشته گفتگو کردند. چاهکن در چاه. دو انتحار کننده دیروز در درگیری با نیروهای امنیتی در ننگرهار کشته شدند. و ادامه تنش‌ها در اروپا روی بحران پناهجویان. اتحادیه اروپا نتوانست روی تقسیم پناهجویان به نتیجه برسد. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به مجمع خبری نیمه روز از یک خوش آمدید. مایش هیلیات میزبانتان. رئیس جمهور امریکا 22 کشور مشمول افغانستان، برما و مکسیکو را بزرگترین ترانزیت مواد مخدر و تولید کننده های مواد مخدر در جهان گفته است. کاخ سفید گفته است این 22 کشور که به حیث بزرگترین تولید کننده ها و دروازه های قاچاق مواد مخدر در سال مالی 2016 تعیین شدند، از سال گذشته تغییر نکردند. افغانستان، باهاماس، بلیز، بولیویا، برما، کولمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکین، اکوادور، السلوادور، گواتیمالا، هایتی، هندوراس، هند، جامائیکا، لاوس، مکسیکو، نیکاراگوا، پاکستان، پاناما، پیرو و ونزوئلا در این فهرست هستند. بر بنیاد گزارش دفتر پلیسی کنترل مواد مخدر ملی امریکا، افغانستان برای 30 سال متواتر بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته شده و میزان کشت خشخاش از 180 هزار هکتار زمین در سال 2012 به 198 هزار هکتار در سال 2013 رسیده است. پاکستان و امریکا در زمینه تشویق کابل برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان افغانستان توافق کردند. با گزارش دفتر روابط عامه ارتش پاکستان، این توافق دیروز در جریان دیدار راحیل شریف، رئیس ستاد ارتش پاکستان، با جنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان، و جرارد بلینک، نماینده ویژه رئیس جمهور اوباما در افغانستان و پاکستان، در راولپیندی به دست آمده است. خبرنامه افزوده است در جریان این دیدار موضوعات مشترک منافع دو طرفه و امنیت منطقه مورد گفتگو قرار گرفته، به ویژه روی هماهنگی مرزی افغانستان و پاکستان و آغاز دوباره روند گفتگوهای صلح افغانستان تاکید شده است. در این حال یک مقام ارشد امنیتی پاکستان نیست و دی اکسپرس تریبیون گفته است محور بحث گفتگوها میان راحیل شریف و هیئت امریکا را چگونگی آغاز دوباره گفتگوهای صلح افغانستان تشکیل میداد. ایمال فیزی، سخنگوی رئیس جمهور پیشین، ادعا درباره اینکه آقای کرزی دستور داده بود علیه یک پایگاه طالبان در لوگر عملیات نشود را به اساس دانسته است. آقای فیزی به بی بی سی گفته است اگر آقای کرزی در زمان حکومتش به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده بود که از حمله به مرکز عملیاتی و آموزشی طالبان در لوگر بپرهیزد، این موضوع در افغانستان پنهان نمی‌ماند و مقام‌های ارشد نهادهای امنیتی و دفاعی از آن مطلع می‌شدند. این در حالی است که جنرال داوود احمدی، فرمانده پلیس لوگر، دیروز در گفتگو با بی بی سی در پی تایید انهدام یک مرکز بزرگ عملیاتی و آموزشی طالبان در این ولایت گفته است که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در زمان ریاست جمهوریش اجرای هر گونه عملیات در منطقه زرغون شهر لوگر را اجازه نمیداد و به پلیس و ارتش دستور داده بود بر ضد این مرکز طالبان عملیات نکنند. و گفته جنرال احمدی در این مرکز آموزگاران پاکستانی و چچینی برای نزدیک به 200 عضو گروه طالبان عملیات انتحاری، تکتیک جنگی چریکی و شیوه های تبلیغاتی را آموزش می دادند. اداره امنیت ملی از کشته شدن دو انتحار کننده در ننگرهار خبر داده است. در خبرنامه امنیت ملی آمده است عبدالعلیم اولزه، مسئول نظامی و گلاغا، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار، قصد داشتند یک موتر پر از مواد انفجاری را توسط دو انتحار کننده به مقصد شهر جلال آباد منتقل کنند. اما این دو انتحار کننده پیش از رسیدن به هدف در درگیری با نیروهای امنیتی موتر بمبگذاری شده همراهشان را منفجر کرده و کشته شدند. قلوردوی 201 سیلاب از کشته شدن 5 طالب و بازداشت یک تن دیگر از آنان خبر می‌دهد. در خبرنامه این قلوردو آمده است
5 طالب مشمول دو فرمانده این گروه در نتیجه عملیات نیروهای ارتش در محدوده مرکز ولایت لغمان کشته و 3 تن آنان زخم برداشتند. خبرنامه قلوردی 201 سیلاب می افزاید که 1 تن دیگر به اتهام انتقال مواد انفجاری از مربوطات ولسوالی قرغایی این ولایت بازداشت شده است. در پی حمله روز گذشته طالبان به زندان ولایت غزنی کم از کم 352 زندانی که برخی از آنان هراس افغانانند فرار کردند. مسئولان محلی احتمال دست داشتن برخی افراد در داخل زندان با هراس افغانان را رد نمی کنند. وزارت امور داخله می گوید در این جریان 4 پلیس، 2 زندانی و 4 مهاجم نیز کشته شدند. اما برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی تاکید می ورزند بررسی های نخست آنان نشان می دهد که احتمال دارد فرمانده پلیس و رئیس دادستانی این ولایت در این رویداد دست داشته باشند. اماد روستایی گزارش دارد در این مورد. تکرار سناریوی فرار زندانیان طالبان از زندانهای کشور. این بار اما از غزنی. 10 تن از مهاجمان وابسته به گروه طالبان نیمه های شب گذشته به زندان غزنی حمله کرده و زمینه را برای فرار صدها زندانی به ویژه همکاران خودشان فراهم کردند. گفته می شود که 352 زندانی که 150 تن آنان زندانیان سیاسی وابسته به گروه طالبان بودند از زندان غزنی فرار داده شدند. 6 نفر مسلح که گفته میشه با یونیفرم نظامی هم مسلح بوده ملبس بوده داخل فضای مابس می شود. در مرحله اول از قفل سالون مشکنانه و سر مابوسین صدا میکنه که ما طالب هستیم بیم به خاطر نجات شما آمدیم. با این هم ظاهرا این رویداد پهلوهای تاریک بسیاری دارد. چنانچه یک عضو شورای ولایتی غزنی میگوید روز گذشته شورش در این زندان صورت گرفته بود و به دنبال آن رئیس امنیت ملی غزنی 18 تن از عاملان این شورش که طالبان بودند به جای دیگر انتقال داد. با گفته این عضو شورای ولایتی غزنی هنگامی که رئیس امنیت ملی غزنی میخواست زندانیان دیگر را هم انتقال دهد رئیس دادستانی غزنی و فرمانده پلیس این ولایت مانع این کار شده است. مهاجمان با لباس‌های پلیس به زندان غزنی حمله کرده بودند. جدا از فرار 352 زندانی، در این رویداد 4 پلیس، 2 زندانی و 4 مهاجم هم کشته شدند. ریاست امنیت ملی قماندانی امنیت را اطلاع می‌دهند که امشب هم برنامه عملیات وجود دارد، شما با خبر باشین. یک طرف قضیه، از طرف دیگر شخص خود مدیر امنیت پلیسی قماندانی امنیت رسما هم به قماندانی امنیت گزارش می‌دهد. وزارت امور داخله می‌گوید که در میان 352 زندانی فراری نزدیک به 150 تن آنان افراد وابسته به گروه طالبان بودند و دیگران افرادی هستند که به قتل و جرایم جنایی متهم بودند. با اینکه تعدادی از ولایت افغانستان محابسش بازسازی شد و یا یکی از نوسازی شد، اما هنوز هم به شمول زندان غزنی ما مشکل داریم. در پهلوی ازی کمبود نیروی امنیتی در محابس افغانستان و همچنان امو تجهیزات و امکانات برای استحکامات لازم برای محابس افغانستان، این مواردی است که میتونه ما هرگاهی تقویه شود و بهتر شود در حفظی محابس کمک بکنم. وزارت امور داخله تاکید میکند که هیئت به منظور بررسی چیستی و چگونگی این رویداد به غزنی فرستاده شده است. این نخستین فرار گروه زندانیان از زندانهای کشور نیست، چون این رویدادهای پیش از این در برخی از ولایتها به ویژه کندهار تکرار شده است. چنانچه در ماه اسد سال 1390 نیز طالبان با حفر تونل به سوی زندان کندهار زمینه 475 زندانی را فراهم کرده بودند. مجلس نمایندگان به رهبران حکومت هشدار می‌دهد که اگر توان مهار ناهنجاری و بدبختی را در کشور ندارند، باید فراخوان ملی را اندازی کنند. رئیس مجلس می‌گوید حکومت در این وضعیت ناگوار باید با پارلمان، رهبران جهادی و بزرگان قومی مشوره کند. شماری هم از افزایش ناامنی و فرار جوانان به بیرون از کشور انتقاد می‌کنند. با گزارش از نصرالدین مصلح توجه کنید. تا کنون ظاهرن گوشی برای شنیدن مشکلات مردم پیدا نشده است و اگر بوده هم با آن رسیدگی صورت نگرفته است. این عضو مجلس نمایندگان دیگر بلند کردن صدا برای رهبران حکومت وحدت ملی را بی تاثیر می داند و در اعتراض به این کار
گزارش وضعیت ولایت کندز را با دهن بسته به نشست عمومی مجلس ارائه کرد. شمال هم نهادهای امنیتی از جمله وزارت داخله را با بی‌کفایتی متهم می‌کنند و می‌گویند باید در فرصت نزدیک وزیر داخله استیضاح شود. شما خبر ندارین، می نیسایتی داری، می ده 20 روز بیشتر شما خبر ندارین، امضا جمع نمیشد، تو خدا خبر نداری، می نیس منشی پلیسی جرگه همی چشیشتن امور ناوردن. 165 قرارداده که در وزارت داخله باید پروسه تدارکات را به شکل عادی تایم کرد، متاسفانه ای از طریق منبع واحد اجرا میشه که خلاف قانون است. که برخی از اعضای مجلس از فرار زندانیان از زندان غزنی نیز انتقاد میکنند و مقام های محلی را با بی‌کفایتی متهم میکنند. آخرین تیر بر پیکر زخمی غزنی فکر میکنم شلیک شده است. 10 روز است والی غزنی از غزنی برآمده، والی جدید تا حالا اشغال وظیفه نکرده. اعضای مجلس نمایندگان میگویند دیگر تحمل ناکاری های حکومت را نمیپذیرند و اکنون کارد حکومت به استخوان مردم رسیده است. رئیس مجلس هشدار میدهد که اگر رهبران حکومت توان مهار بدبختی را در کشور ندارند، باید در مشوره کردن را باز کنند. در صورتی که توان و ظرفیت را در وجود خود نمیبینین، میتونین با نیادهای قانونی به شورای ملی موضوع را در میان بگذارین، یک راهکار را با تشکیل یک جلسه مشترک با سی نهاد و رهبران احزاب و سران اقوام یک جلسه مهم دایر بکنین. آقای ابراهیمی همچنان از رهبران حکومت میخواهد تا هر چیز زودتر اعضای باقی مانده کابینه از جمله اعضای کمیسیون نظارت بر تدبیر قانون اساسی را برای گرفتن رأی به مجلس نمایندگان معرفی کند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هشدار می‌دهد که نباید هیچ کسی فکر ایجاد حکومت موقت را در افغانستان در سر بپروراند. آقای عبدالله در نشست شورای وزیران تاکید می‌کند که برخی‌ها فکر می‌کنند برنامه‌های دیگری در بیرون از افغانستان و یا هم داخل کشور مطرح می‌شود، در حالی که به باور او چنین چیزی در کار نیست. رئیس اجرایی می‌گوید هیچ راه حل دیگر و جز دوام روند سیاسی از طریق رأی مردم در کشور وجود ندارد. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. حکومت وحدت ملی نگران تلاش های پنهان برای دور زدن این حکومت و ایجاد اداره موقت، حکومتی که تا هنوز یک سال هم از عمرش نمی گذرد. رئیس اجرایی اما در نشست شورای وزیران هشدار می دهد که نباید کسی فکر ایجاد حکومت موقت را در سر بپروراند، چون که هیچ برنامه برخلاف تصور برخی افراد در بیرون و داخل کشور در این زمینه در جریان نیست. بعضا میشنوین سر و صدای ترتیبات موقت و حکومت موقت و اینا را اصلا از ذهن مردم ما باید بدور باشه. او خدا نخواسته یک شرایطی است که بعد یک گسست پیدا میشه در پروسه سیاسی. رئیس اجرایی همچنان میگوید موضوعات دیگری هم مطرح شده که نمیتواند برای افغانستان راه حل باشد. شاید اشارهش به برگزاری لوی جرگ است. از همین رو وی برگزاری انتخابات پارلمانی را یک اصل میداند و تاکید دارد که روند سیاسی کشور که 14 سال پیش با رأی مردم آغاز شد باید دوام یابد. یگانه راهی که در پیش روی ما و مردم افغانستان قرار دارد که حکومت به صورت موثرتر از پیش و بهتر از پیش کار کنه و در خدمت مردم افغانستان باشه و پروسه سیاسی همونطور که آغاز شده 14 سال قبل و بر مبنای رأی مردم است، بر مبنای رأی مردم ادامه پیدا کنه که انشالله همونطور خواهد بود. در این حال این مقام حکومت وحدت ملی میپذیرد که نارضایتی ها و بی‌باوری های زیاد نزد شهروندان کشور از حکومت وحدت ملی وجود دارند، هرچند او ناامنی ها را چالش اصلی و عامل این بی‌باوری ها میگوید. نارضایتی وجود دارد در جایی از اثر شرایط و مشکلاتی که در کشور موجود است و در جایی هم از علت ای که ما پیام خود به مردم خوب رسانده نمیتانیم. با این هم رئیس اجرایی اما از کسانی که در تلاش ایجاد حکومت موقتاً نام نمیگیرد. با این وجود ظاهراً این روزها چیزهایی در کشور در جریان است که شهروندان از آن آگاه نیستند. چنان که چند روز پیشتر عبدالرب رسول سیاف
از رهبران جهادی هم خوان ایجاد یک مرجع تصمیم گیرنده در شرایط دشوار شد و تاکید کرد که اگر انتخابات برگزار نمی شود باید لوی جرگه برگزار شود. کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را ندارند. ریاست اجرایی میگوید برگزاری و اعلام زمان انتخابات پارلمانی از صلاحیت های کمیشنران جدید کمیسیون مستقل انتخابات است که به زودی گزینش خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات هر گونه تغییر و تبدیل کمیشنران این کمیسیون را غیر قانونی میداند و برگزاری انتخابات پارلمانی را نیز از صلاحیت های خود عنوان میکند. بشیر احمد قاسانی به این موضوع پرداخته است. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از تشکیل کمیته گزینش در آینده نزدیک سخن زدند. این کمیته قرار است کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را گزینش کند، اما کمیسیون مستقل انتخابات به شدت با ایجاد کمیته گزینش و برکناری کمیشنران این کمیسیون مخالفت میکند. اصلاحات را اگر خود کمیسیون نبیاره هیچ ارگان دیگه را سراغ نمیبینم و نیست که او اصلاحات بتانه که بیاره. پیش از این کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات را در کار برگزاری انتخابات پارلمانی بی‌صلاحیت گفته بود. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که برگزاری انتخابات پارلمانی از صلاحیت این کمیسیون است، اما ریاست اجرایی برگزاری انتخابات و اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را از صلاحیت کمیسیون جدید انتخابات میداند. حکومت لنو کمیشنران سره د کمیسیون لنو غړو سره پر دې کار کوي چې راتلونکو ټاکنو لپاره وخت تعینسي. اوسنی اشخاص اوسنی افراد د دې په دې حد کې نه دي چې هغوی در راتلونکو ټاکنو وخت تعین کړي. حکومت وحدت ملی تعهد کرده است که اصلاحات در نظام انتخاباتی را جدی میگیرد. شاید به همین منظور برگزاری انتخابات شفاف در کشور را در گرو کمیسیون‌های انتخاباتی میداند. آنچه را که رئیس جمهور فرمان داده مطابق از او باید هر چه عاجل اقدام کند تا مردم افغانستان شاهد انتخاباتی باشند که به معنای واقعی انتخابات هستند. تا که کمیته گزینش تعیین نشود تاریخ انتخابات هم نظر ما اعلان نخواهد شد. تقلب‌های صورت گرفته و کشمکش‌های انتخابات ریاست جمهوری گذشته ظاهرا به علت جانبداری کمیسیون‌های انتخاباتی بوده است. جامعه جهانی و جریان‌های سیاسی به شدت خواهان آوردن اصلاحات جدی در این کمیسیون‌ها هستند. چهار نهاد مالی برای توسعه صنایع و کشاورزی در کشور 7 میلیارد افغانی به روستانشینان قرضه می‌دهند. بانک مرکزی با این نهادها تفاهم نامه را امضا کرد که بر بنیاد آن از چهار نهاد دسترسی خواهند یافت تا از سیستم ثبت اعتبار این بانک استفاده کنند. در گام نخست روستانشینان 19 ولایت از این قرضه ها بهره مند خواهند شد. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. بانک مرکزی با این تفاهم سیستم را در اختیارشان قرار می‌دهد که بتوانند درباره مشتریانشان آگاهی پیدا کنند. با این سیستم روند قرضدهی از هفته‌ها بر روز کاهش می‌یابد و کشاورزان و متشبثین کوچک در روستاها می‌توانند قرضه‌های درازمدت با تکتانی پایین به دست بیاورند و نیز با دسترسی به قرضه شغل در روستاها ایجاد می‌شود. از این سیستم استفاده می‌کنند، می‌فهمند که این کسی که از ما قرضه می‌گیره ای آدمی ازی هستند که ما امروز معامله بکنیم. آیا قبلا یک قرضه‌ای که گرفته با وقت زمان خود تصفیه کرده و یا چطور هستند در مورد حالت مشتری او ضرورت داره که این معلومات از سیستم بگیرند. با این قرضه‌ها به روستانشینان زمینه فراهم خواهد شد تا سرمایه گذاری هایشان را در بخش کشاورزی و صنعت افزایش دهند. به هفته ها وقت می گرفت تا اینا او قرضه را پروسس بکنند و در اخیر هم بعضی اوقات می گفتند که قرضه را ما اجرا نمی کنیم. نسبت عدم موجودیت معلومات در مورد این مشتری ها. فعلا با استفاده از این سیستم سرعتی به وجود خواهد آمد که اینا ضرورت ندارند که به هفته ها و به روزها مردم منتظر بانند. گذشته از این بانک مرکزی میگوید که تلاش میکند ثبات پول افغانی را نگه دارد و نگذارد بهای مواد خوراکی بیشتر شود. ما زیادتر به اساس مداخله ای که میکنیم افغانستان بانک به خاطر استحکام قیمت ها هستند که قیمت ها بلند است و فشار سر مستهلکین باید کمتر شود. ناامنی ها، مهاجرت ها و سرانجام وضعیت بد سیاسی ارزش افغانی را در بازارها کاهش داده و این کاهش تاثیر مستقیم بر افزایش بهای مواد خوراکی گذاشته است. این بود خبرهای تا این ساعت. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.